دبیر کل ناتو صبح روز سه‌شنبه وارد کابل شد و با رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری در نشست مشترک خبری ظاهر شد. سفر این مقام ناتو پیام‌های روشنی دارد، اینکه جنگ در افغانستان در بهار آینده ممکن گسترش یابد. با آنکه امیدهای چندانی برای آغاز گفتگوهای صلح به وجود نیامده است، اما حکومت وحدت ملی امیدوار است صلح در کشور تامین شود، صلحی که به گفته رئیس جمهور غنی باید با حوصله‌مندی استراتژیک دنبال شود. تعهد همه مردم افغانستان و خواهش همه مردم افغانستان به پروسه صلح است، اما امرش نقطه اساسی است که صلح باید پایدار باشد. 50% پیمانه صلح در ظرف 5 سال به شکست مواجه شدن. نقطه عمده است که از این 50% که موفق شدن چطور درس بگیریم و به چه ترتیب. صلح حوصله استراتژیک میخواد. رئیس جمهور میگوید چارچوبی که روی کاغذ در نشست‌های چهار جانبه ترسیم شده است یک قدم بزرگ است و در این نشست‌ها مشخص شده است که جنگ در افغانستان داخلی نیست، بلکه ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. چارچوبی که در کاغذ سرش به نتیجه رسیدیم در ضمن پروسه چهار جانبه یک قدم بسیار بزرگ به پیش است. چرا؟ اول عوامل جنگ و نوع جنگ و ای که یک جنگ داخلی نیست به وضاحت تعریف شد. آقای غنی با اشاره به ابعاد بین المللی جنگ در افغانستان میگوید که اگر این جنگ میان جناهای درگیر در داخل کشور می بود، به سادگی برای متوقف کردن آن قدم های برداشته می شد. مثلا اگر جنگ داخلی می بود چارچوب به مراتب آسان می بود، اما ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی ازی ابعاد است که مسئله را نهایت پیچیده می‌سازد و ضرورت توجه کار دارد. در همین حال دبیر کل ناتو می‌گوید که نظامیان افغانستان در نبرد با ترورستان موفق بودند و این سازمان به همکاری‌های خود به افغانستان ادامه خواهد داد. نظامیان افغانستان سال سختی را پشت سر گذاشتند، با تنهایی 20,000 مأموریت هوایی انجام دادند. ما با حمایت خود با نظامیان افغانستان تا شکست تروریسم ادامه می دهیم. ما می خواهیم به شما و تمام مردم دنیا اعتماد ارائه کنیم که مبارزه ما با فساد اداری همه جانبه و همیشگی خود باشیم. سال 2015 بدترین سال برای نظامیان کشور بوده است، اما این نظامیان توانستند که با عملکرد خوب در زمینه مبارزه با تروریسم در کشور موفق باشند.